بنده نزلی مرکریان هستم، ساکن کشور ارمنستان و به 3 زبان مسلط هستم: زبانهای فارسی، ارمنی و روسی. خیلی علاقه داشتم که رشته ایران شناسی بخونم، ولی در دانشگاهی که قبول شدم رشته ایران شناسی نبود و به همین دلیل رفتم رشته روابط بین الملل، چون اونجا میتونستم زبان فارسی را بخونم. اخلاق خوب ایرانی ها رو دیدم که شیعه شدم. متوجه شدم که دین خیلی تأثیر میذاره روی اخلاق آدم ها. چون خودمون همسایه ایرانی داشتیم که از طریق اونا با ایران و ایرانی ها آشنا شدم. در مدرسه‌مون یه درس دینی داشتیم که در همون درس توضیحات در مورد اسلام بود، توضیحات جزئی. بعدها فهمیدم که خودم شیعه هستم. علاقه به امام حسین، علاقه به اهل بیت، یعنی حتما باید شیعه باشم و غیر از این نمیتونه باشه. خیلی برام سخت توضیح دادن که چرا شیعه شدم، چون این دلم اینجوری خواسته، یعنی علاقه شدید پیدا کردم که نمیتونم این حس رو توضیح بدم واقعا. و البته یه خبری هم از اهل بیت دیدم که اونم یه جورایی باعث شده که شیعه شدم. از طرف دانشگاه ما رو بردن موزه دفاع مقدس که بعد اون هر سال که اومدم ایران حتما اون موزه رو رفتم و اینجوری شد که در مورد شهاده اطلاعاتم بیشتر شد. احساس میکنم خودم بیشتر شباهتم به شهید مجید قربانخانیه، چون ایشونم مذهبی نبودن اول، بعدش رفتن و شهید شدن. من حالا درسته به توفیق شهادت نرسیدم، ولی سعی میکنم کم کم اخلاقمو درست کنم و شبیه اون شهدا باشم که بهشون علاقه دارم. از شهدای دفاع مقدس شهید مورد علاقه من آقای ابراهیم هستن که کنار مزارشون هستیم. البته یدبودشونه، چون ایشون گمنام هستن، چون دوست داشتن گمنام باشن، ولی خدا دوست نداشت که ایشون گمنام بمونن. و آشنایی من با آقای ابراهیم بازم خیلی اتفاقی شده که برها چهرهشون رو در فضای مجازی دیده بودم و در کتاب فروشی کتاب سلام بر ابراهیم را دیدم. نزدیک یه ساعت دنبال کتاب مناسب بودم که خوندنش برای من راحت باشه و آخرش تصمیم گرفتم همون کتاب سلام بر ابراهیم را بگیرم و گفتم انشالله که متوجه میشم موقع خوندن، و برای من خوندنش خیلی راحت بود و اینجوری علاقه زیادی به شهید ابراهیم هادی پیدا کردم و آقای ابراهیم برای من یه الگو شدن. اولین بار که اینجا آقای ابراهیم را زیارت کردم 2 سال پیش روز تولدم بود. میشه گفت که بهترین کادوی تولدم بود. به نظر من خود آقای ابراهیم منو پیدا کردن، نه من خودشونو پیدا کردم، چون خیلی اتفاقی شد. خیلی دوست داشتم خواب ابراهیم هادی را ببینم و یه شب خوابشون رو دیدم و فردا صبحش خیلی اتفاقی دعوت شدم به یه جلسه که خواهر شهید اونجا بودن و با ایشون آشنا شدم و خیلی خوشحالم از آشنایی با ایشون، چون مثل خود آقای ابراهیم مهربون هستن. خودم توفیق نداشتم برای مراسم حج قسم ایران باشم. تبرک گیرم اومده چفیه و یک گل که از طرف حج قسم هدیه به من بود.
وقتی متوجه شهادتشون شدم واقعا حالم خراب شد. روزها فقط گریه میکردم و باورم نمیشد که حاج قاسم دیگه نیستن، چون ناامید شده بودم. یه چند روز واقعا ناامید شده بودم، چون احساس میکردم که تنها موندیم، احساس میکردم که مردم شیعه تنها موندن، احساس میکردم که خود حضرت آقا تنها موندن بدون حاج قاسم. هنوزم که هنوز برای من باور کردنی نیست که حاج قاسم نیستن. البته که حضورشون همیشه با ما هست. دلم تنگ برق نگاه تو صدا تو. چهل روزه، چهل روزه، چهل روزه، چهل روزه که دنیای هروز سر ما شد آغار. چهل روزه به چشمای رهبر، چهل ساله، چهل روزه، چهل روزه، چهل روزه، چهل روزه رفتید بگی عشق فقط کار مردای مرده. چهل روزه اما همینم ما رو مرد این جاده کرده. خیلی علاقه دارم حضرت آقا را از نزدیک ببینم. یکی از بزرگترین آرزوهامه. ایرانی ها باید بدونن که چقدر توفیق داشتن که در ایران به دنیا اومدن. چندین بار خواب شهده رو می دیدم ولی شهده با من حرف نمی زدن. شهید چمران رو می دیدم، شهید ابراهیم هادی رو می دیدم. بعد شکایت کردم ازشون، گفتم که چرا وقتی تو خوابم میاین و حرف نمیزنین. بعد خواب شهید رسول خلیلی دیدم که با من حرف زدن و خیلی خوشحال بودم از این که خود آقا رسول اومدن و با من حرف زدن تو خواب. احساس میکنم که دوستای قدیمیم هستم و خیلی صمیمانه باهاشون حرف میزنم وقتی میبینمشون. اخلاق خوبشون که کاملا بسیجی بودن و کاملا روی خودشون خواهر نداشتن، ولی خیلی حساس بودن که دخترای دیگر رو کسی اذیت نکنه. بزیر بهشت زهرا خیلی حس خاصی دارم، چون در کشور ما و کشورهای دیگه قبرستون به عنوان جای ترسناک حساب میشه و به هیچ عنوان راضی نبودم مثلا شب برم و تو قبرستون بمونم، ولی این آرامشی که در بهشت زهرا دارم هیچ جای دیگه من ندارم. اگه اجازه میدادن حاضرم کنار قبر شهدا همینجا شب میموندم و تا صبح. بعضی موقع ها که در فضای مجازی عکسی از شهدا میذارم، عکسای مذهبی میذارم، بعضی از آدما میان و حرفای میزنن که حرفای ناراحت کننده میزنن، ولی حرفاشون واقعا منو ناراحت نمیکنه، چون میدونم راهی که انتخاب کردم، شهدایی که دوستشون دارم، طرفدار حق هستم و برای همین حرف مردم ناراحتم نمیکنه، چون وقتی خدا هست حرف مردم مهم نیست. الان خیلی از جوانای ایرانی فکر میکنن که تو کشورهای دیگه مردم دارن راحت زندگی میکنن، هیچ مشکلاتی ندارن، ولی خیلی ها وقتی رفتن تو کشورهای دیگه زندگی کردن و متوجه شدن که اصلا هم اینطوری نیست و ایران واقعا بهشته. من چون قبلا شیعه نبودم، توی خانواده مسیحی به دنیا اومدم، میخوام به ایرانی ها بگم که واقعا قدر کشورتون رو بدونین. همین که تو کشورتون راحت هستین، همین که تو کشورتون میتونین نماز بخونین و روزه بگیرین خیلی ارزش داره.